چیزیه که من اینجا تو سیاتلم، این هفته آخر هفته طولانی داریم به خاطر روز استقلال آمریکا، واسه همین من تصمیم گرفتم که آخر هفته رو پیش دوتا از دوستام تو سیاتل باشم. الان داریم میریم به یه پارکی به اسم گس ورکس پارک. گس ورکس پارک تو دماغه شمالی ساحل دریاچه یونین تو شهر سیاتل. اینجوری که من این ور اونور خوندم ظاهرا تو سال 1903 قرار بوده اینجا به پارک عمومی تبدیل بشه، ولی دست از قضا تو سال 1906 توسط شرکت گازرسانی سیاتل به کارخونه تولید گاز برای تامین انرژی شهر سیاتل تبدیل میشه. تا سال 1956 که منابع جدید انرژی و گاز وارد شهر سیاتل میشند. اینجا یه جای سمی و غیر قابل استفاده بوده که به اولین پارک عمومی تبدیل میشه که یه زمانی صنعتی بود. ریچارد هاگ این پارک ها بر اساس بقای موجود از کارخونه گاز طراحی و با روش های زیست محیطی خاکش رو تصویر میکنه. اون تپه‌هایی که همه روش نشستن اسمشون تپه‌های بادبادکه یا کایت هیل که به فضای کارخونه اضافه شده و از سال 1976 تا الان این پارک روی مردم بازه. حالا از این حرفا که بگذاریم، اگه یه روزی راه به سیاتل خورد، یه پتو بذار زیر بغلت، یه لیوان چای یا کافی یا اگه اهلشی شراب بگیر و بیا اینجا بشین و بخور و از این نما و هوا لذت ببر. نگو نگفتی ها. بعد از یه سال و نیم خیابونا برگشته به حالت عادیش، مردم بیرون عادی که قویدن 45-46% آخرین باری که چک کردم 45-46% واکسن زدن و تقریبا خیلی از بیزینس ها و فروشگاه دیگه ماکس ها اجبار نمی کنن، مردم هم دیگه ماکس زیاد نمی زنن، خیلی خیابون ها و بار و رستوران ها و حالت عادیش برگشته. حالا بیریم تو شهر یه چرخی میزنیم تو مرکز شهر ببینیم چه خبر. بدم یه چیز جالبی هست که تو سیاتل فقط من جایی دیگه ندیدم، این کاغذ های تبلیغاتی ها همش رو هم دیگه میزنن. نداره یه دونه دیگه چیز که برداشتن ازش نقاشی کشیدن با اسپری. ما میریم اینجا الان بریم اینجا غذا بخوریم. آقا اپتیمیزم این سیاتل. Oh, it's cold. Are you cold? Yeah. Ori navigators. Siri? هم داریم ما میریم یه قدمی بزنیم، بچه ها کار میکنن. جالبه که اینجا هست، حالا این باز مسئولیتش با خودته، از همه این سکوها یا اسکله ها را چون میتونید برید قایق سواری یا حتی مثلا اینا شنا کنید. سیاتل هم چون بیشتر موقع هواش ابریه، ملت از این هوای آفتابی استفاده را میکنن. این هم پرچم جالبیه که ایرانی ها گروه ایرانی ها الف با گروه زدن به خاطر تشکر از کسایی که واکسن زدن. اومدیم اینجا یه کافی بگیریم کمک میکنه که بدون چرت ظهر روز رو بگذاریم. قبل از اینکه بریم به سمت شام تصمیم گرفتیم یه قدمی توی کمپس آمازون بزنیم. این سه تا توپی که میبینید بهش میگن آمازون سفیر که فضای کار و استراحت کارمندای آمازون هست. حدود 40,000 گیاه از 30 کشور مختلف اینجا رو به یه بوتانیکا گارده یا همون گلخونه خودمون تبدیل کرده. ارتفاع هر یکی از این توپ ها با یه ساختمون 3-4 طبقه برابره که با پنل های 6 و 5 ضلعی پوشیده شدن. برج کناریش هم که میبینید دفتر اصلی آمازونه که به آمازون تاور 2 معروفه. این برج 521 فیت یا 159 متر ارتفاع داره و تو طبقه همکفش یکی از سوپرمارکت های آمازون که به آمازون گو معروفه هست. در ضمن اینو بگم که من طرفدار آمازون نیستم و حتی حساب آمازون هم ندارم.
من به این ساختمون ها به عنوان یه اثر معماری نگاه میکنم. مردش رو کل کس از جف بیزو رو ببرم. بریم بقیه ویدیو رو نگاه کنیم. این مقدر احمد با مای خواهم امتحان کنه. حالا این ریاکشنه چه جوریه؟ اون دراپی. Good. Yeah. It is good. It's good. A weird texture. Yeah. But yeah. It's good. خب سرافراز من بیرون از تست ماهی خام. یه روز دیگه تو سیاته. امروز روز کوهنوردیه. بریم یه کوهنوردی مشتی یه جایی به اسم راتل سنیک می‌خوایم بریم. ببینم چه جوریه. Open your mouth. بهتر بود آجی چپ نشید سفتش کن اونی Yeah.
نمیپرسم. She asked Namaste, are you okay? No one asked about me. همه پرنسس ها دارن میکشن نون و پنیر آوردیم، دخترتون آوردیم نون و پنیر.